بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. با بیننده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. مامان هستین آقای دکتر؟ بله، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام عرض می‌کنم. سلام. خوبه بفرمایید. آقای دکتر، من نمی‌دونم مثلا از کجا شروع بکنم. من گفتم یه پسر 26 ساله دارم، حالا مریض میگن اسکیزوفرنیا داره. یعنی من اصلا نمی‌دونستم این مریضی چی هست. عوالمش الان 4 سال من درگیرم با این بچه توی لس آنجلس. ما اولا که ما پناهنده اومدیم، نمیدونم از کجا شروع کنم، از بچگی بگم. آقا اصلا مهم نیست. نه ببینید، نه صبر کنید. اگر حرف این است که فرزند شما اسکیزوفرنی داره، متاسفانه ایشون گرفتار یه بیماری یا بیماری اصلی روانی شده که متاسفانه الان طریقه برای معالجش نیست و وقتی وارد مرحله فعالش میشه خودش و دیگران رو آزار میده، بعد یه مدتی خاموش میشه، مثل آدمی است که تا حدودی میخوابه، بعد دو مرتبه سر کلش پیدا میشه. بنابراین متاسفانه تا آدمای دوربر رو آزار نده، زندگی و خانواده رو به هر حال به هم نریزم، پایانی نداره. اگر چنین دکتر نمیره. یه مدتی ما اینو دکتر بردیم، یعنی واقعا دکتر بردیم که با چه مکافاتی، با پلیس و اینجور چیزا. یعنی این اوائل که شروع بشه خیلی حاد بود. ما لس آنجلس بودیم، لس آنجلس یه 4 روز بیمارستان خوابید. دکترش هم ایرانی بود، گفتش که این هیچیش نیست، این از این نمیدونم علف کشیده و چیز خورده، مال اینه. اینا رو قاطی کرد اینطوریه، این تنها مونده. برادرش هم دالاس بود، گفتش که به نظر من اینو بردار ببر. البته اینا دو قلو هم هستن آقای دکتر. دو قلو هم یکیشون رفته فلوریدا، بعد که این رفت این حاد شد اینجوری. یعنی اولش از اینجا شروع شد که حرفای بی رفت. من بیمارستان خوابیده بودم، از اینجا میگم این حرفای بی رفت میزنه، مثلا میگه تو اینجا خوابیدی دکترها تو رو میکشن، نمیدونم چه. بعد بچه خیلی زرنگ، بچه خیلی فعال، دو جا منیجر بود توی لس آنجلس و اینجا که اولا اومدیم 17 سالشون بود. ما اینا رو از ایران آوردم، پناهنده اومدیم، پناهنده مذهبی هم اومدیم. 17 ساله اومدم، فارغ 18 که شدن 14 ما ترکیه موندم. بعد که وارد اینجا شدیم، بعد از 2 ماه زبانشون خوب بود، چون اینا از کلاس 5 دبستان من اینا رو کلاس زبان گذاشتم. اینجا اومدن اصلا کلاس نرفتن، مدرسه نرفتن، کلاس 11 بودن از ایران آوردن. و اینجا اومدن 2 ماه بعدش گذاشتنشون اینا رو والمارت کار کردن و یکی 2 ماه کار کرد، منیجر شد اینجا. 3 سال تو دالاس، برادر بزرگترش اینجا بود، اومدیم 3 سال تو اینجا، اینجا کار کرد توی والمارت. نه ایناش مهم نیست، حالا شما میخواید توضیح بدید اینا ارتباط آخه بذار نه بذار من سوال بکنم. نه بذار از شما سوال کنم برای مشکل، ولی اونا مهم نیست. شما من بفرمایید و با یه دقتی لطفا، تو خانواده پدری و مادری خودتون و تو خانواده پدری و مادر همسرتون بیمار روانی که بستری شده، خودکشی داشته، اعتیاد سنگین و شدید داشته، اینا چیزی رو داشتی؟ والا من پدریم اصلا نداشتم، مادرم هم خودش یکی یه دونه بوده که اصلا اینجور چیزا رو نداشتیم، اصلا ندیدم از خانواده خودم. نه آخه نه سب کنید، شما عرض من رو توجه نکنید. دختر خاله مادر، پسر دایی مادر، نمیگم ایشون تک بوده یا نه، خود اون البته علامت بدیه، بدونه یه خبریه، ولی من عرضم اینه که تو فامیل درجه 2-3 هر جوری بخوایی تعریفش کنید، کسی که بستری بشه، خودکشی کنه، داشتید؟ آدم عصبانی باشه، آدم شکاکی باشه؟ نه، توی بچه خواهرم تصادف چیز کرد که اینم مثل اینکه احتیاط چیز داشتش، اینجوری فکر میکنم. حالا نفهمیدیم، گفتن خودکشی کرده، که گفت نه، از تو تهران از پل افتاد. بالاخره اون یکی 27 ساله بود. نه خب این علامت نه اون علامت. خب همینا رو من میخوام عزیز، برای که ببینید اسکیزوفرنی معمولا در کسی ظاهر نمیشه مگر در حال ارسی داشت. خانواده همسرتون چی؟ والا خانواده همسرم نه، اونا اصلا اگرم داشت چیز وسواس، مادر شوهرم وسواس بود، ولی من نشنیدم
اگرم بود که کسی خودکشی کرده باشه یا بیمارستان روانی خوابیده باشه. نه خیر. اوکی. برحال عزیز، اون ماجرای پسر خواهرتون مسئله هست، یعنی اون نشون در و بنابراین ببینید اگر دکتر برگشته گفته که به دلیل مثلا افسردگی شدید بعد استفاده از مواد مخدر حالتهای توهم یا هذیان پیدا کرده، حالا ایلوژن یا هالوسینیشن، خب اگر اونه پس اسکیزوفرنی است. ولی اگر تشخیص اسکیزوفرنی دادن، اگر این تشخیص دادن و تشخیص درستیه، ما گرفتاریم. اولا شما میتونید با اسکیزوفرنی در امریکای ایالت کالیفرنیا یا جای دیگه هم فکر میکنم دیسابیلیتی براش بگیرید و بنابراین یه مقدار کمک مالی و کمک پزشکی داشته باشید. این که من میفرمایید نصب کنید، این که من میفرمایید دکتر نمیره، متاسفانه مشخصه جهانی و عمومی اسکیزوفرنی اینه که دکتر نمیره، دوا نمیخوره، فکر کنه اون سالمه، گرفتاری اینه. و به همجاست که آدم ها به میزانی که معتقدن عیب از دیگرانه مریض‌ترن. جان بله آقای دکتر ببخشید، ایشون دیسابیلیتی داره میگیره و الان یعنی دکتر رفته، الان یک سال دیگه دکتر نرفته. وقتی دکتر، آقای دکتر، این یه چیزی که داره، یه مدتی خریدای چیز میکرد، مثلا انگشتر نمیدونم یه اینجور چیزا میخرید مینداخت، جدیدن با من یک سال اومد زندگی کرد، الان منم قبول نداره زندگی، گفت خودم میخوام تنها زندگی کنم، الان خودش تنها خونه اجاره کرده و منم الان اومدم خونه یکی از دوستان هستم، با ایشون به قول معروف با پرستارشون هستم، شبانه روز اینجا هستم و گوش نمیکنه، اصلا الان حرف منو قبول نداره، با من تلفن جواب نمیده، فکر میکنه همه اینا به نظر من، البته صحبت نمیکنه ها، هیچی نمیگه، هیچ اعتراضی نمیکنه، فکر میکنم خود برداشت خود من که این الان همه چی رو مقصر منو میدونه. اصلا مهم نیست، حالا اینش که من بازم حرف نمیزنه مهم نیست. ایناش این چند وقت پیش برداشته، مثلا گفتم مدارک هرچی، مثلا شناسنامهش، پاسپورتش، چون سیتیزن بودی که هر چی پرونده مرونده داشتیم، یکم از افراسیزی که داره فکر میکنه اینا همه رو ریختاش خالی. حالا اون که جایی نمیخواد بره هست، بعدم اگر لازم شد میشه کپیش رو گرد. برحال علائم جدیدن یه مشکل که میخواست تصدیق رانندگی بگیره، رانندگی شد اونجا گرفته بودن، دوبار تصادف کرده، پریوزی بلند شده، رفت دوباره آیین‌نامه‌اش رو امتحان داده، آیین‌نامه قبول شد، میخواست به شهری امتحان بده، نوبت گرفته بود که نشد، پریوز بلند شده، ماشین رو برداشته، با این کاغذش به برادرش گفته من میخوام برم لس آنجلس. الان پاش شده رفته از دالاس 3 ساعت تو جاده، تقریبا 2 ساعت رفته، اون وقت هم علف کشیده، هم آبجو خورده، الان چسبیده از همه مال جانا و آبجو خوردن. اون وقت وایساده بوده که ماشینشو بنزین بزنه، یکی میاد میزنه بهش. خلاصه پلیس الان گرفتتش، بعد از 2 روز برادرش گشته، خلاصه پیدا کرده که به منم نگفته که این، بعد خودش جمعه گرفتنش، شنبهش، یک شنبه زنگ داده که منو به برادرش زنگ داده، منو گرفتن، من تو انداختن منو زندان، ماشینم من تو کردن. الان درگیر، الان برادرش هم رفته، الان ماشینش هم ندادن، الان آیدیش رو مثل این که میگفت دیگه رانندگیش چیز ازش گرفتن. برحال عزیز، علائم بیماری رو داره نشون میده و به همجاست که اگر میتونستیم گواهی نامه نگیره چقدر خوب بود که پشت فرمون نشین. جان سوالتون از من چی؟ حالا بیاد آخه شما با بیماری آشنا نیستید، پرسشتون از من چی عزیزم؟ سوالتون از من چی؟ سوالم از من اینه الان ما چه کار باید با این بکنیم؟ چجوری با این رفتار بکنیم؟ چجوری رازش بکنیم این بره دکتر؟ این مشکل ما چجوری حل کنیم؟ یعنی من یه مشکل هم نکرد، یه مشکل دیگه میاد برزه میگرد، دو قلوش هم الان رفته اونجا، خب اینجا من خودم تنها با یه برادرش، چه کار باید بکنیم؟ باید چجوری رفتار بکنیم؟ چجوری حرف ما رو گوش بکنه؟ چجوری میگی من مشکلی ندارم؟ سرکار خانم، شما مخاخه خوشبختانه خودتونم مثل پسرتون گوش نمیکنید، هیچ کاری شما نمیتونید بکنید، شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستی، میخواد تو خونش باشه، کاری به کارش نشته باشی،
عرض من این بود که بقیه آسیب میزنه، من چرا نگران رانندگیشم؟ خودش و دیگران رو به کشتن میده. مشروبشو میخوره، مواد مخدرشو میزنه، میره تصادف کنه یک کسی رو هم یا یک کسانی رو هم میکشه یا مجروح. اینکه شما چی کار میتونی گوش به حرف شما بده نیست، گوش به حرف هیچ کس نمیده، گوش به حرف روان پزشکش هم نمیده. فقط شانسی نمیخوام اذیتتون کنم، شانسی که بیارید اینه که گیر بیفته بره اونجا اسکیزوفرنیشو خطرناک تشخیص بدن، نگهش دار و بنابراین از آزار خودش و آسیب به دیگران دورش کنن. شاید هم به تدریج یه ذره اگر نوع اسکیزوفرنیش خفیف باشه بتونن کمکش کنن، شاید هم با داروهایی که ما یه دفعه میذارن بتونن ادارش کنن. ولی لو این که این داروش یه مدت خود ول کرد، بعدش هم الان حاضر نیستش که بره، میگم که الان، ولی با کسی آزار و اذیت نداره، به کسی کار نداره، بنابراین کاری به کارش نداشته باش. یه پولی از بخش الان ما دکتر نمیخواد بره نبریمش، بدتر میشه میترسم آخه بدتر از این بشه دارو نخوره. حتما بدتر از این میشه که دارو نخوره، ولی شما نمیتونید دارو بهش بدید. ببینید عزیز، مثل اینه که من خدمتتون بگم اذیت نشید، یه آدمی پریروز مرده، حالا شما فردا بیاریدش من مثلا تلویزیون یا رادیو ببینم، مرده، شما نمیخواید قبول کنید که کاری براش نمیتونید بکنید. شما باید میتونید کارهایی بکنید، مثل اینکه افتاده زندان برید مثلا درش بیارید، یا مثلا یه خونه براش بگیرید، یا نگذارید گواهینامه بگیره، تا به اداره راهنمایی رانندگی خبر بدید، تو پروندهش بنویسن که این اسکیزوفرنی داره، بهش ندن گواهینامه. حداقل این علامت ها همه مال اسکیزوفرنیه، درسته؟ به هر حال اینا علائم اسکیزوفرنی اینا نیست، ولی آدم های اسکیزوفرنی اینا علائم هم دارن. ولی خب میگم دیگه این ارثی میشه، ما الان تو خانواده ما اصلا اینجا چیزا اصلا نداشتیم. آخه سرکار خانم، شما میگید دختر پسر خواهر خودتون خودکشی کرده 27 سالگی، چی تو خانواده نداشتیم؟ همینجوری که نمیشه حرف زد قربونه. آخه شما یه چیزایی میگید که ضرورت نداره، چیزایی که چطور نداشتی؟ شما اگر 27 ساله خودکشی کرده به احتمال زیاد اسکیزوفرنی بوده. خب نه اونم میگه همین علف کشیده بوده. ولی تو خانواده اونام پدرش اینا هیچی نداشتن، ولی پدر عصبانی داشت. برای اینکه پدرش نمیذاشت، میخواست بیاد خارج، مشکل اینجوری داشتن اینا. میخواست بیاد تلافروش بود، پول میگفت بده، پدر سرمایه داشت، مشکلات اینجوری داشت که اصلا اون یعنی متشخص ما نمیدونیم. فقط گفتم مثلا از پول خودش، یکی گفت تصادف کرده، یکی گفت افتاده، یکی گفت یعنی اینجوری اصلا مشخص نشد. فقط در این هست. ولی تو خانواده پدر من نبوده، پدر خودش نبوده. حالا میدم این اولین مریضی که رفتیم توی لس آنجلس بودیم، دکتر گفت این مشروب زیاد خورد، این وام آریزونا مالجه اینجور چیزا رو کشیده، مغزش قاطی کرده. بعدش هم چیجور خیلی حال بود که رفت توی لس آنجلس به من خونه که ما بودیم، رفته با پلیسا درگیر شد و پلیسا گرفتنش چیز کردن. خونه ای که آپارتمان بودیم، آپارتمان رو رفته بالا پشت بون، بالا پشت بون پولیس ها چیز پرد کرد و به پولیس ها گرفتن بردنش. و الان هم مثلا زنگ دادن که به برادرش، که به برادرش اون بالا پولیس میاد میریزه، اینو میگیرن میبننش بیمارستان. بعد دیگه خلاصه ما هم گفتم باید 24 ساعت از اونجا خالی کنه، خالی کردیم اون خونه رو، اومدیم و الان تو رکوردش رفت که دیگه بعد دیدن اینجوریه. الان دیسابیلیتی بهش میدن، داره دیسابیلیتی میگیره و خوب بود. الان چند وقتم خودش میرفت کار میکرد، داشت کار میکرد، یعنی همین آزادگاهی، ولی دلش میخواد، خودش دلش میخواد رانندگی کنه، میخواد کار بکنه. رفت دکترم، رفت گفت من میخوام کار به من بدین اینا، تو چیز کردن، گفتن تو 3-4 ساعت بیشتر نمیتونه کار کنی. برحال اونا که گزارشی است که شما میفرمایید منم متوجه هستم، ولی مشکل ما مسئله این که اسکیزوفرنی هست یا نیسته، و الا بقیهش ای نیست امیدی برای اینکه درست بشه هست. اگر هست فعلا امیدی نیست. به همینجاست که شما هم یا برادرش هم نقشی جز یه مقدار جمع و جور کردن چیزای دور و بر وقتی اتفاقی میفته بیش از این ندارید. امیدوارم که نباشه، اجازه بدید. اگرم هست امیدوارم تو محیط های در حقیقت روانی نگهش دارن،
که به خودش و دیگران آسیب نزنه. من فکر کنم حرفمو چند بار زدم. ولی خب امیدوارم که به هر حال این ماجرا یه جوری تموم بشه، شما رو هم راحت و آسوده. به هر حال آقای دکتر ببخشید، الان مثلا این تنها من نگرم این زندگی میکنه، شما صلاح میدونید تنها زندگی کنه؟ فرقی نمیکنه با کی زندگی کنه عزیز، شما با بیماری آشنا نیستید، فرقی نمیکنه. بله، یعنی تفاوتی نمیکنه تنها و غیر تنهاش، فقط قرار نیست دیگران به خاطر او آسیب ببینن، دیگران به خاطر او اذیت بشه، این دیگران شامل حال شما هم میشه. نمیخوام اذیتتون کنم. نمیخوام. فرض کنید شما با نه ببینید. ببینید عزیز، فرض کنید تو خونه با شما باشه. یه شب عصبانی میشه، تصمیم میگیره که اصلا موجب همه بدبختی‌ها شما میاد میکشتتون. ولی چی با تون خونه شما باشه؟ شما متوجه بیماری نیستی. بیمار این اسکیزوفرنی یعنی دو تکه شدن مغز. اگر اسکیزوفرنیه نه واقعیت رو میدونه چیه، نه میدونه شما دوستید، دشمنید، خوبید، بدید، به راحتی میتونه نظرش رو راجع به شما عوض کنه و بنابراین شما میتونه یه روزی بیسته به روپاتون بیفته و گریه کنه مادر منو ببخش، یه روزی هم میتونه بهتون آسیب جدی برسونه. روی اون نمیشه حساب کرد عزیز. بچه ایست که اگر اسکیزوفرنی از دست رفته است، امید من اینه که بخش دولتی بدونی که به زندان بیفته، قسمت روانی اون رو نگهش دارن که به خودش و دیگران آسیب نزنه، یه مقدار ایام بگذارن. ولی به نظر میسه با حرفای شما اسکیزوفرنیه شادم نباشه و دوم این که خیلی سنگین و شدید نیست. این که دوران خوبی داره ولی متاسفانه وقتی که وارد مرحله اکتیف فیز یا قسمت فعالش میشه کاملا سیستمو برمی‌زنه. درست پس که من شما الان با هم حرف میزنیم، ولی اگر شما بخوابید یا من بخوابم که ما نمیتونیم با هم گفتگو کنیم، یکی جواب نمیده و بنابراین واقعیت اینه. امیدوارم که هیچی نباشه، یعنی بیماری اسکیزوفرنی نباشه و بعدم یه راهی براش پیدا بشه، ولی متاسفم از آنچه شنیدم. به هر حال یعنی این علف کشیدنش چیه؟ علف کشیدن فقط بیماریشو بدتر میکنه هرچه هست، ولی کسی نمیتون جلو حتما ولی کسی نمیتون جلوشو بگیره. بعد خودش میگه که نه من علف میکشم من آروم میکنه. خب حرفش درسته، ولی همه آدم هم وقتی که مشروب میخورن جهان رو بدجوری ممکنه حس و احساس نکنن، ولی چشمشو آدم ببنده بیرون رو هم نمیبینه عزیز. دیگه با من بحث نکن. خود شما خیلی حالتون خوب نیست چون خودتون هم یه مقدار وسواس گیر دارن دارید، ولی میفهممتون که متاسفانه حق دارید به خاطر رنجی که بردید و آسیبی کشتید و بعدم فرزندتون اونو متوجه هستم، ولی بگذارید ببینید چه میشه، به عهده دکترش بگذارید. امیدوارم یه جوری هم این به آخر برسه. به هر حال مواظب خودتون و بقیه اعضای خانواده باشید.